کتاب مقدس باغ معرفت خداست پیام‌آوران عهد عتیق هر کدام از یک پنجره کوچک این باغ زیبا را به ما نشان دادند اما عیسی مسیح خداوند ما را به داخل باغ آورده و دستمون را در دست باغبان گذاشته تا با خدا راه رویم و کامل گردیم کتاب مقدس قاب عکس هم هست اکسی که تکه تکه در کنار هم قرار می دهیم تا جا به جا نجات دهنده زنده و عزیزمون را که به کمک ما شتافته نشان دهد. آیا این عکس را در دلتان آویزان کرده اید؟ کلام خدا آینه هم هست و باطن ما را آشکار می کند. هم ضعف ها و گناهان ما را نشان می دهد و هم بخشش و محبت عجیب خدا را لغزش ها و سرکشی های ما چقدر زیاد است و وفاداری خدا چقدر زیادتر آیا هر روز در این آینه خود را میبینید؟ روح القدس با همین قلب های شکسته و تسلیم شده کارهای غیر ممکن انجام میدهد یک نمونه آن داوود است در درس از زندگی داوود من تا اعماق دل و فساد اخلاقی خودم را دیده ام و نیز دلسوزی نجات دهنده عزیزم عیسی مسیح خداوند را دعا می کنم تا روح القدس در زندگی شما هم تأثیر جاودان به جا گذارد تا ثمره شایسته توبه بیاورید توبه گناهکار معجزه یک لحظه است اما مرد خدا شدن تلاش یک عمر است من به انجیل عیسی مسیح افتخار می کنم چون قدرت دارد تا گناهکار فاسد درمانده را از کنار سطر آشغال بلند کند اصلاح و تربیت کند و او را با عیسی مسیح در جاهای آسمانی بنشاند تا خداوند در لباس پیشخدمتی از او پذیرایی کند پس تا هر عمقی سقوط کرده ای فیض خدا جلوتر از آن چشم به راه توست نزد خدا دعا کن خدایا در من دل راست بیافرین در وجودم روح پاکت را بگذار تا راه تو را به گناهکاران نشان دهم و به کاران را به آغوشت برگردانم تا به نجات دهنده عزیزم عیسی مسیح خداوند ایمان آورند و به زندگی جاوید برسند آمین در این صورت کتاب مقدس سند آزادی هم هست شما صاحب سند شده اید اول سموئل 16 یک تا 13 خداوند به سموئل فرمود تا که برای شاول ازا میگیری او را از پادشاهی بنی اسرائیل رد کرده ام روغن بگیر و پیش یسا در بیت لحم برو و یکی از پسرانش را به پادشاهی مس کن سموئل گفت چطور بروم اگر شاول بشنود مرا میکشد خداوند فرمود یک گوساله بگیر و بگو برای قربانه آمده ام و یسا را به مراسم دعوت کن تا به تو بگویم چه کنی کسی را که به تو نشان میدهم مس کن سموئل اطاعت کرد و به بیت آمد به الیاب نگاه کرد و گفت خداوند حتما او را انتخاب کرده است اما خدا به سموئل گفت به ظاهر و قد و قامتش نگاه نکن چون او را رد کرده ام چون خدا مثل انسان نمی نگرد. انسان به ظاهر می نگرد ولی خدا به دل باز یسا هفت پسرش را به صف کرد و سموئل گفت خدا اینها را بر نگزیده است دیگری نیست؟ گفت کوچکتر در پی گله است داوود مطلایی و خوشمنظر بود خداوند فرمود خودشه بلند شعور رو محس کن سموئل روغن بر سر داوود ریخ و از آن روز به بعد روح خدا بر او قرار گرفت خدا کی رو انتخاب می کند؟ این روزها برای کلیسای خدا خیلی مهمند ما مسیحیان به این حقیقت کلام خدا ایمان داریم که عیسی مسیح به زودی بر می گردد تا ایمانداران خود را به آسمان ببرد و ملکوت خود را برقرار کند. شما خود را آماده کرده اید؟ کلیسا در تمام جهان تلاش می کند تا فرمان عیسی مسیح خداوند را اطاعت کند که انجیل را به تمام مردم موعظه کنید. اما آنچه برای خدا مطرح است کمیت نیست بلکه کیفیت زندگی ماست آیا شما خود را آزمایش کرده اید؟ خدا امروز هم مثل زمان داوود در جستجوی مردان خداست که محبوب دل او باشد هر خادم کلیسا هم که انجیل را موعظه می کند باید در جستجوی همین نوع کیفیت در زندگی مسیحیان باشد تا با فیض خدا و قدرت روح القدس از بوته آزمایش مثل طلا پاک بیرون بیایند و در برابر حمله های شیطان ایستادگی کنند شما در این نبرد روحانی پیروز بوده اید؟ خدا کی را انتخاب می کند؟ انتخاب خادم برای کلیسای عیسی مسیح دو جنبه دارد مثل سکه که دو طرف دارد خدا از ازل مسیحی را برگزیده تا صلیب به دوش دنبال عیسی مسیح بیاد خود مسیحی هم باید دعوت خدا را قبول کند و با خوشدلی عقب خداوند خود بیاد کار من و شما نیست که بگیم خدا کی را انتخاب کرده است این راز از ازل در دل خود خدا مخفی است با وجود این وقتی انجیل را موعظه می کنیم واکنش ها نشان می کی به خداوند تعلق دارد وقتی اعلان میکنیم که به عیسی بنگر و نجات بیاب کاه پراکنده می شود و گندم میماند. به زودی مروارید را از درخششش می شناسی. مسیحی برگزیده خدا را هم از روی رفتار و گفتار او می شناسی. آیا با قدرت روح القدس زندگی شما عوض شده است و ثمرات روح خدا در شما دیده می شود؟ من و شما از برگزیدگی خود اطمینان داریم چون روح القدس در روحهای ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم و با اینکه تا کامل شدن فاصله زیادی داریم اما دل تازه و خلقت جدید خود را در مسیح می بینیم و با فیض خدا تشنه او هستیم و می دونیم که اسمهای ما در دفتر حیات نوشته شده است آیا شما از روح خدا تولد تازه یافته ای؟ مسح داوود الگوی خوبی است که خدا چه کسی را انتخاب می کند؟ انتخاب خدا به نظر انسان عاقلانه نیست. آن روز در روستای بیت لحم کسی باور نمی کرد داوود برگزیده خدا باشد. برادرانش اصلا او را به حساب نمی آوردند. یادتان میاد برادر او الیاب در جبهه او را چطور کوبی؟ همه او را سادلو، دیوانه و متعصب میدانستند که هم رنگ جماعت نمیشد و شبان روز به خدا فکر می کرد. حتی پدر داوود او را پسر بچه صدا می زد. در نظر پدرش آنقدر بی اهمیت بود که وقتی سموئل به بیت لهم رفت داوود رو به مراسم قربانی دعوت نکردند. سموئلم فکر نمیکرد داوود برگزیده خدا باشد و در فکر مسح کردن الیاب بود تا اینکه از طرف خداوند توبیخ شد که انسان به ظاهر نگاه میکند اما خدا به دل عجیب است که سموئلم اشتباه کرد و سراغ الیاب رفت که شبیه شاول بود آن هم بعد از آن همه خاطرات تلخ که از شاول خود رأی داشت که بارها مردان خدا و مسئولین کلیسا در پیش داوری خود درباره ایمانداران راه اشتباه رفته اند. چه بسیار از تحصیل کرده ها و نوابق که به سادگی انجیل پشت کرده اند چون برای آنها قابل حضم نبوده است. گاهی برای خدمت در کلیسا گول ظاهر اشخاص را میخوریم چون دارای استعداد به خصوصی هستند اما به زودی معلوم می شود که باعث دردسر هستند و خدا آنها را انتخاب نکرده است. پس طرز انتخاب خدا با مال ما فرق دارد. وقتی خدا می خواهد مرد خدا را بسازد از معیار دیگری استفاده می کند. پولس رسول میگوید خدا احمق را انتخاب می کند تا دانا خجالت بکشد. خدا ضعیف را انتخاب می کند تا قوی رسوا بشود. تا کسی به خودش نبالد هفت پسر یسا را در نظر مجسم کنید که جلو سموئل ایستاده بودند آنها یک نمونه عالی از مردانگی بودند در کتاب مقدس عدد هفت نشانه کاملیت است آن هفت پسر تصویری از کاملیت اندام بودند اما کاملیت ظاهر از نظر خدا مردود است آنچه با تلاش جسم انجام گیرد به هیچ درد خدا نمیخورد هرگز در نقشه خدا نیست که نفس را تربیت کنیم تا در خدمت خدا مفید گردد خدا اصرار دارد که طبیعت گناهکار ما با هر چه در ماست و به آن میبالیم به صلیب کشیده شود غیر از آنچه خدا با فیض خود در تولد تازه به ما بخشیده است هر چه داریم در داوری خدا محکوم است مهم نیست که شما چقدر هوشمند، مقرور و زیرک یا خوشنمایی برای نفس سرکش یک سرنوشت در پیش است و آن صلیب است شما به تپه جلجدا رفته اید؟ ممکن است تحصیل کرده نباشی یا مثل داوود در میان اعضای خانواده کسی به تو اهمیت ندهد یا به خاطر ایمان به عیسی مسیح دیگران تو را تحقیر کنند شاید در بچگی از محبت پدر و مادر محروم بوده ای یا احساس تنهایی می کنی. اما به یاد داشته باش آنها که در نظر مردم کوچکند در دل خدا عزیزند ایمان تو به عیسی مسیح شاید ضعیف است ولی این مهم نیست مهم این است که خدا پیش از این که ستاره ای را بیافریند در فکر تو بوده است پیش از بنای عالم اسم تو را در دلش نوشته و در کف دستش حق کرده است ممکن است خود را نشناسی یا خود را پیچی بدونی در ماشین اجتماع یا مثل داوود بگی من حیوان وحشی هستم یا من کرم هستم ولی بدان که فیض خدا تو خاکی گناهکار نالایق را با مسیح در جاهای آسمانی نشانده است هستی عزیز و مهربان نزد مسیح آرام جان پیوسته هر جا هر زمان جز او نخواهی تو دگر در میان آخرین کلمات کتاب مقدس که از لبهای خداوند ما عیسی مسیح بیرون آمده است این است من از ریشه و نسل داوود هستم یعنی اخلاق و سیرت داوود پیش از بنیاد عالم در مسیح ریشه دوانده بود و در آن لحظه که داوود دعوت خدا را پذیرفت و زندگی خود را همه جانبه به دست خدا سپرد خدا دل او را عوض کرد و داوود جزئی از نقشه عظیم خدا شد که عیسی مسیح از نسل او در بیت لحم به دنیا آمد تا محبت عجیب خدا را به بشر نشان دهد آنچه درباره داوود حقیقت داشت می تواند تا اندازه ای در زندگی تو هم واقعیت پیدا کند از دیدگاه خدا زندگی تو هم پیش از بنیاد عالم در مسیح ریشه زده و با او پیوند خورده است خدا تو را دعوت به تسلیم خدمت و فداکاری می کند صرف نظر از کمبود هوش استعدادا و تحصیلاتت تو هم میتونی جزئی از نقشه عظیم خدا باشی و به وسیله زندگی تو عیسی مسیح خود را به دیگران ظاهر کند پس بینی که انتخاب خدا با عقل ما جور در نمیاد بار دیگر به کلام خدا بنگر و ببین که شرط انتخاب خدا واکنش مثبت قلبی ماست آیا گمان کنی این اولین بار بود که خدا با دل داوود سخن گفت؟ نه مسح داوود در میان جمع نتیجه سالها را رفتن او با خدا در خلوت بود داوود از طرف خدا برای احراز مقام سلطنت و رهبری قوم خدا انتخاب و مسح شد خدا که از دل همه ما با خبر است میدانست که دل داوود با دل دیگران فرق داشت داوود دل آماده داشت اما چطور شاید داوود مدیون مدرسه انبیا بود که سموئل تأسیس کرد یا شاید شبی زیر این گنبد نیلگون پرستاره آسمان را دید که از جلال خدا حرف میزند و زمین را دید که از مهارت دست خدا سخن میگوید و آن شب با خدا ملاقات کرد شایدم وقتی نوجوان چوپان بود و در دشت و صحرا و کوه و تپه ها گله را میچران به فکر توجهات پدرانه خدا از خودش بود و دل او به خدا چسبید هرچه بود سالها پیش از آن بود که سموئل به بیت لحم رفت و او را برای مقام رهبری مست کرد اما در آن روز داوود با تمام وجود دعوت خدا را پذیرفت و با خدا عهد و پیمان تازه بست و خدا هم دل دیگری به او داد شاید در همان روز که پیش گل برگشت مزمور 23 را نوشت خدا به شرطی یک نفر را به خدمت دعوت و با روح القدس مس می کند که با تمام وجود دعوت خدا را بپذیرد و البته خدا در پیشدانی خود از ازل می داند دل کی به او چسبیده است داوود چه دلی داشت؟ به مزمور 23 نگاه کنید خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود داوود دل با ایمان داشت داوود از حالت گناهکار خود با خبر بود و احتیاج خود را به فیض و هدایت و توجهات پدرانه خدا تشخیص میداد به همون طور که خود او از گوسفندان توجه میکرد خداوند شبان من است داوود با ایمان به خدا خودش و بارش و احتیاجش را و آینده خود را با تمام آرزوها و خواسته به دستهای خدا سپر در مرتعهای سبز مرا می خواباند. نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند. زندگی داوود مالامال از آرامش بود از خوشی و دوستی با خدا لذت می و دائم به فکر خدا بود داوود دل متفکر داشت به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایت هم می نماید با اینکه داوود به هیچ وجه کامل نبود اما دل او تشنه پاکی خدا بود و بالاتر از هر چیز در زندگی دنبال این صفت قدوسیت خدا بود دل داوود تشنه پاکی خدا بود در وادی سایه موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسی داوود در برابر بدترین دشمن مثل جولیات دلی, دلی دلیر و با ایمان داشت سفره برای من به حضور دشمنانم میگسترانی سر مرا با روغن تدهین کرده ای کاسه ام لبریز شده است داوود دل گذار داشت چون خداوند تمام احتیاجات او را تأمین میکرد هم نیازهای روحانی و هم احتیاجات مادی پس داوود دلی مالا مال از قدردانی داشت هراین نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پیمن خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا به ابد داود به آینده درخشان خود اطمینان داشت داوود دو دل نبود گاه به گاه پیرو به خداوند نبود دل او محکم بود خود او در مزمور پنجا و هفت آیه هفت نوشت خدایا دل من محکم است ولی این بود دل داوود محکم آماده با ایمان متفکر تشنه پاکی خدا شوق و امیدوار هیچ کدام از این صفات از پدر و مادر یا از تولد طبیعی به داوود به ارث نرسید خودش نوشت من در گناه سرشته شدم مادرم در گناه به من آبستن گردید ولی روزی آمد که خدا با این جوان ملاقات کرد و به او دل تازه عطا فرمود پس خوشقلبی داوود که از صفات بارز او بود از قدرت خدا به او رسید آن هم برای خدمت به خدا من و شما هم با چنین تأیید آسمانی به فیض خدا صلاحیت خدمت به خدا را پیدا می کنی. پس انتخاب مرد خدا بر این پای است که خدا دل او را می بیند که به محبت خدا جواب مثبت میدهد پس او را انتخاب میکند صد در صد با خدا و صد در صد با انسان ای کاش بعضی از ما که از نجات خود خیلی خاطر جمع هستیم وقتی را صرف تفتیش قلب خود کنیم تا ببینیم دارای صلاحیت روحانی هستیم یا نه البته هرگز نباید به کلام خدا و وعده های خدا شک کنیم اما سوال این است آیا اعتماد من که به خدا تعلق دارم پایه و اساس محکمی دارد یا نه؟ آیا در زندگی من نشانی از تولد تازه وجود دارد یا نه؟ واکنش من در برابر فیض و محبت خدا چگونه است؟ آیا ترس دارید که به اساس ایمانتان برگردید و دعا کنید ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس و ببین آیا در من راه فسادی است و مرا به طریقهای جاودان هدایت فرما اگر این چیزها برای تو بیگان است معلوم می شد دلخوشی تو پایه و اساس محکمی ندارد و تا کنون در خواب قفلتی و به چیزی پایبندی که حقیقت ندارد همیشه باید مردم رو تشویق کنیم تا به خدا کلام خدا و وعده های خدا ایمان بیاورند. باید به همه بگوییم به ایسای مسیح ایمان آور و نجات بیا و خاطر جمع باشیم که در مسیح در امن و امانی خدا که جان ما را از نابودی نجات داد آیا پای ما را از لغزش حفظ نمی کند؟ البته که می کند خداوند قول داده است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود مسیح برای نجات ما مرد و برای عادل شدن ما زنده شد و هیچ چیز نمیتواند ما را از محبت خدا جدا کند ولی التماس میکنم بین فرض و اطمینان فرق بگذارید آیا گمان میکنید که نجات دارید یا اطمینان دارید آنچه ما امروز به آن احتیاج داریم یک امتحان آتشین توسط روح القدس است تا کاه بسوزد و طلا بماند تجربه تلخی است اما ما را یاری می کند تا ما بقی را که نزدیک به فناست استوار کنیم خلاصه در زندگانی مسیحی ما باید نشانه های فیض مسیح دیده شود هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست انتخاب مرد خدا شرطش جواب قلبی است نه نمیپرسم آیا دل شما کامل است آیا هرگز منحرف نمی شوید خدا میداند چقدر مستعد سرگردانی و گناهیم ولی میپرسم آیا دل شما به مسیح چسبیده است آیا دل با ایمان دارید آیا به وعده های خدا فکر می کنید و تسلی می گیرید آیا قلبا میخواهید مقدس باشید؟ آیا دل فروتن و شک گذار دارید؟ آیا دلتون در خداوند محکم است؟ یا مثل نلی لرزانید و دنبال مال دنیا شتابانی؟ برای شما دعا میکنم که هرگز آرام نگیرید تا اطمینان قلبی پیدا کنید که عیسی مسیح به دنیا آمد تا شما را نجات دهد. و فیض خدا را قبول کنید تا دارای سیرت مسیح شوید و زندگی شما لبریز از نشانه های فیض و محبت خوشی و فروتنی و سایر برکات خدا شود کسی که این برکات را ندارد حق ندارد خود را مسیحی بداند. خلاصه انتخاب خدا برخلاف تمام استدلال های بشری است و بر اساس جواب قلبی مسیحی به دعوت خداست مرد خدا را خدا انتخاب می کند او هم باید با دل خوش دعوت خدا را قبول کند و کیفیت زندگی او نشان می دهد که خدا او را عوض کرده و دل دیگری به او بخشیده است ما از دل دیگران بیخبریم ولی عوض شدن شخص را نمیتوان انکار کرد چون نشانه های آن در تمام گفتار و رفتارش دیده می شود وقتی سموئل داوود را با روغن مقدس محس کرد از آن روز به بعد روح خداوند بر داوود قرار گرفت شک ندارم در آن جمع کسی از معنای آن محس چیزی درک نکرد مثلا پدر داوود یا برادران او یا اهالی شهر شاید یک نفر فوری دوید و به شاول خبر داد ولی داوود میدونست خدا او را برگزیده تا پادشاه بنی اسرائیل و رهبر قوم خدا باشد آن روغن مقدس که سموئل بر سر داوود ریخ نشان دیدنی روح خدا بود که از آن روز به بعد با قدرت بر داوود قرار گرفت برای خداوند ما عیسی مسیح روغن نبود به شکل کبوتر بود که از آسمان نازل شد برای رسولان عیسی مسیح در روز پنتیکاس به شکل روغن یا کبوتر نبود بلکه به صورت زبانه های آتش بود که از آسمان نازل شد و بر آنها قرار گرفت تجربه شما چیست خداوند چگونه شما را ملاقات کرد متاسفانه گاهی مسیحیان را میبینیم که اعتراف می‌کنند مسیحی هستند اما قدرت روح القدس در آنها نیست تا شهادت دهند نوری در چهره ایشان نیست که بدرخشند لطف و صفایی در شخصیت ایشان نیست تا کسی را برای خدا سید کنند و حقیقتی در زندگی روحانی آنها دیده نمی‌شود آیا خدا دل شما را تفتیش کرده است آیا احتیاج شما را به فیض خدا به محبت و فروتنی و شبیه مسیح شدن نشان داده است؟ آیا در خودتون کمبود میوه ها و عطایای روح القدس را میبینید؟ آیا با دل شکسته دعا میکنید تا خدا دل شما را پاک و پر کند؟ روح القدس و آتش آسمانی ارث شماست. به تا بیابید و از خوشی لبریز شوید. خدا قول داده است روح خود را به مطیعان خود لطف کند یعنی به کسانی که به خودشان اعتماد ندارند و تشنه خدا هستند عطایای روح القدس نشان برگزیدگی شماست آیا در شما دیده می شود؟ مسح روح خدا تنها پاداش داوود نبود برگزیدگی او وقتی به همه ثابت شد که با شاول اختلاف نظر پیدا کرد. دین ممکن برگزیدگان خدا با گناهکاران در صلح و صفا زندگی کنند. کسی که مسح روح القدس و تایید مسیح را یافت، فوری هدف تیرهای شیطان قرار می گیرد. نسل مار و نسل زن دائما در جدالند تا عیسی مسیح خداوند برگردد. شاید برای چند لحظه مثل داوود بتونی دشمن تو تسکین بدی یا برای سرگرمی او گیتار روحانیت را به صدا دراری اما به محض اینکه دنیا بفهمد تو کیستی که تو برگزیده خدایی و قدرت روح القدس و تأیید خداوند بر توست مثل شاول به طرفت نیزه پرت می کند تا مثل داوود کش کنی که هر جا مردم دست رد به سینه تو میزنند در همون جا خدا تو را ملاقات کند داوود بزرگترین پاداش خود را روزی گرفت که به پادشاهی رسید و در برابر چشم همه تاجگذاری کرد و دشمنان او به خاک پایش افتادند برای ما برگزیدگان خدا هم روز تاجگذاری در پیش است خداوند محبوب ما برای ما دعا کرد پدر میخوام در آینده آنهایی که به من ایمان میآورند با من باشند تا از نزدیک جلال و بزرگی مرا ببینند تو به من جلال دادی چون حتی پیش از آفرینش این دنیا مرا دوست می داشتی پولس رسول هم میگوید در بهشت تاج انتظار مرا میکشد که مسیح به من میدهد و نه فقط به من بلکه به تمام کسانی میدهد که از زندگیشون پیداست مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند از خدا میخوام اگه بیخیال بودید دلتون ناراحت شده باشه و اگه ناراحت بودید دلتون تسلی یافته باشه اگر زندگی و رفتارتون خالی از نشانه های فیض خداست ناراحت باشید اگه خود را امتحان نکردید و ایمانتان مغزی است نه قلبی توبه کنید تا نجات یابی و تشنه خدا شوی اگر به خداوند تعلق دارید آیا مسح روح القدس بر زندگی و شهادت شما هست آیا می ترسید و از خودتان اطمینان ندارید و نمی دونید در چه وضعی هستید و در کجا ایستاده ای؟ برادر جان خدا می خواد تو را ملاقات کند خدا تو را دوست دارد و می خواد تو مرد محبوب دل او باشید خداوند میخواد تو برگزیده خدا باشی و مهر روح خدا بر زندگی تو باشد امروز که تو را صدا میزند با تمام دل دعوت خدا را قبول کن پشت بر جهان و رویت بر صلیب در پیش بیا هر روزه خداوندا من آمدم قبول فرما